خداوند بخشنده و مهربان عرضه سلام دارم خدمت تک تک شما ایزایی که بیننده ای ما هستین انشاءالله که صحت سلامت باشین وقت تمام شما ایزان بخیر در هر گوشه ای که هستین دوست عزیز امروز هم در برنامه در خدمت شما ایزان قرار داریم با مهمانی که امروز دعوت کرده مقای زمانی و در رابطه به موضوعی که میخوایم صحبت داشته باشیم آزادی های فردی و اجتماعی هست که چگونه میتونیم آزادی های خودمون رو به دست بیاریم و اصلا خود آزادی چی میتونه باشه صحبت های می داشته باشین شما ایزان هم اگر در این رابطه کدام سوال دارین میتونین سوالاتون از طریق صفحه فیسبوک ما کامنت بگذارین بر ما و سوالات شما رو حتما خواد پرسیدم از آقای زمانی و همچنان اگر خواسته باشین میتونین به طور لایف و مستقیم زنگ هم بزنین و صحبت هایتون از جناب آقای زمانی بپرسین شما تماس ما هست 0700 130 که میتونین تماس بگیرین سلام به شما خیلی خوش آمدین وقتان بخیر سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام عزیزانی که ما را می اکنون یک پرده تلویزیون شون میبینن روز هم بخیر باشم سلام زنده باشین خب میپردازیم به بحث ما در ابتدا می یک مقدمه داشته باشیم از خود آزادی که اصلا آزادی چی است در کل یک تایب جامعه در رابطه با آزادی می داد که اران کاری و اران مسئله ای یک شخص خود مختار باشه البته در آزادی های فردی میتونه در کل یک تعریف خاص داشته باشه که یک شخصی که بخواد کار رو انجام بده بدون کدام قید و شرط برای از آزادی نمیده بشه آها بسیار خوب حالا زمانی که صحبت از آزادی میشه و ما انسان ها طبعا با آزادی ضرورت داریم و باید آزاد باشیم آزاد زندگی بکنیم و میشه شما در این رابطه صحبت داشته باشید که در جامعه مثل افغانستان چگونه هست آزادی و تعریف در جامعه ما داشته باشین که چه قسم از آزادی را چگونه می‌بینن مردم افغانستان خب در کل به چیزی که روی آزادی اجتماعی صحبت بکنیم آزادی ها انواع مختلف دارند و معمولا ما روش بس میکنیم روی مسئله آزادی اجتماعی و فردی در آزادی های اجتماعی خب یک تفاوت خاص با آزادی های فردی داره به خاطر در آزادی فردی یک شخص خود مختار از هر آن کاری که بخواد می‌کنه ولی در های اجتماعی طبق قانون اساسی یک کشور یا در چارچوب قانون اساسی یک کشور که خطوط قرمز برش تعیین شده بعضی کارها وجود داره باید بکنن و بعضی کارها وجود داره که بله عدم کارها باید صورت بگیره بنابراین در یک جامعه که ما زندگی میکنیم طبق قانون نافذه کشور ما میتونیم مزایده خود را آها. پس حالا فرق آزادی اجتماعی و آزادی فردی را ما دانستیم در خانواده چگونه هست؟ یعنی یک شخص چگونه میتونه در بعضی از خانواده ها ما میبینیم به در جامعه مثل افغانستان بیشتر از اختر خانم ها در خانواده حتی آزادیشون نتونستن به دست بیارن چگونه میتونن آزادی خودشون را به دست بیارن به طور کلی تا بتونن که در جامعه در اجتماع همونو نقش داشته باشن در کل اگر بیایم روی یک خانواده از بس یا آزادی صحبت بکنیم بیایم خانواده تشکیل میدیم یا روش کار می میکنیم و سرو صحبت میکنیم که خانواده را اگر ما بیاییم روی یک اجتماع کار بکنیم و خانواده را می اجتماع بتیم اما قوانین از طرف پدر و مادر و رؤسایی که در فامیل زندگی میکنند به خاطر ای که بتونن کنترل اوضاع جدی خانه و خانواده را اطفالشان داشته باشند اینا میان یک قانون پیش خود طرح میکنن تا بتونن اولادایشان از اون خوب تر استفاده بکنن یعنی اگر زمانی که ما میخوایم روی آزادی های اجتماعی و فردی کار بکنیم مخصوصا در یک خانواده یک سازمان اساسی است که برای همون خانواده است اگر والدین یا فامیل کسایی که در رأس هستند بیاین کار بکنن روی که بتونن چگونه ما میتونیم یک کنترل از سیر از اوزای خانواده داشته باشیم و اما آزادی های فردی و اجتماعی خانواده رو برایشان مثلا به شکل توضیح بکنیم که اینا بتانن از خط قرمز بیرون نشن و مشکلات از سیر در خانواده ایجاد نکنند بعضی آزادی از های وجود داره که اگر بیاین رویش کار بکنن مثلا انگام غذا خوردن از خوابیدن است یا مثلا تماشا کردن فیلم و مسائل یا درس خواندن اینا رو میشه یک اسکیجول برشان بسازن بعدش هم آزادی رو برشان بتن و اونا میتن به شکل خوب این خط قرمز که شما یادآوری کردین ازش یعنی تا چه حدود می باشد تا چه حد داره باید برای امو اعضای یک خانواده بر فرزندان خانواده البته یک خط سرخ کشیده شود که شما از عبور نکنید خب اگر بسلا هم ما بشینیم صبح از خواب بیدار میشیم بعد بریم تا شام اینترنت بکنیم و بیایم تنها کتاب بخونیم یا تنها بریم فیلم تماشا بکنیم مم. ایناست که باز هم بس آزادی رو میکنه یعنی هران چی میخواییم کار بکنیم الان چی میخواییم روش استفاده بکنیم و از مزای استفاده بکنیم باید افراد تفریب کار صورت نگیرم یعنی حد اوسط و حد نارملش که ما بتوانیم استفاده بکنیم یک تقسیم بندی زمانی داشته باشیم ما میتونیم بازیدوهایی یکی در خانواده از طرف والدین بر ما دادن میشه ما خوب تر استفاده کرده بکنیم. یعنی شما مقصدتانی است که برنامه ریزی داشته باشیم بدون شک برنامه ریزی خب پس این برنامه ریزی را شاید بعضی نفهمند که چه قسم برنامه ریزی میتونن دقیق تر و خوب تر داشته باشند تا بتونن به تمام امور زندگیشان رسیدگی بکنن و همچنان یک خانواده منظم باشن چگونه میتونیم برنامه ریزی بکنیم برنامه ریزی دقیق تر تا به تمام کارهای ما رسیدگی بکنیم خب من یک مثال میتون در بابت این که ما بتونیم خوب روی آزادی های اجتماعی در خانه کار کنیم و برنامه خوب داشته باشیم ما هرگز نمیتونیم سه وقت غذا رو ده وقت غذا استفاده بکنیم به خاطری که مشکل ایجاد میکنه بنابراین خودش شاید بتونه یک مثال اساسی به خاطر رفع این سوال باشه و یک برنامه که فامیل میتونه به خاطر اطفالشان به خاطر کسایی که در زیر دست خانواده قرار دارن زندگی میکنن داشته باشن اینا میتونن از اون مزایی که پدر مادر و کسایی که در رأس خانواده زندگی میکنن و نظام اساسی اجتماعی خانواده رو تشکیل میدن یک برنامه اساسی به خاطر کنترل جلوگیری از خدشه دار شدن عیسد فامیل از خدشه دار شدن روحی و روانی که به خاطر اولادشان ایجاد میکنن و بتونن اوکن که امون بس یا مبعث یا سبقه اساسی که وارد از آزادی هایشان در خانواده است تا بتونن از سری آزادی های اجتماعی خانواده مون آزادی فردی خود به دست بیارن عبارت از خطوط قرمز است و یک برنامه‌ریزی خوب است به خاطر بسوار آزادی بسیار خوب ببینیم طرف کامنت ها so. ببینیم دوستای ما چه کامنت فرستادن و دیدگاه هایشون در این رابطه یعنی در تا با موضوع امروز ما چی بوده و چه سوالاتی را مطرح کردن خب جناب آقای مصطفی بله گفتن سلام سلام های ما رو پذیرا باشین و همچنان دوست بدیمم هم گفتن که سلام به گل و مهمان شما وقتتون بخیر تشکر زنده باشین وقت شما هم بخیر و آقای عتیق هم گفتن سلام سلام ما رو پذیرا باشین و همچنان دوست بعدیم هم گفتن سلام امید غفوری هستم از افغانان کابل امید که جور صحتمند باشین تشکر زنده باشین دوست عزیز ما کاملا خوب هستیم خدا کنه که شما هم صحتمند باشین و همچنان دوست بعدی هم گفتن که سلام بر شما دوستان عزیز تشکر زنده باشین و بیننده بعدی ما مسافر جگرخون البته نام فیسبوکشون به امین نام است خب خدا نکنه که شما جگرخون باشین و گفتن سلام سلام های ما رو پذیرا باشین دوست بعدیم هم ناصر محمدی گفتن سلام خدمت شما بیننده ها بیننده همیشگی تان هستم ناصر محمدی از تهران بیننده تشکر زنده باشین آقای ناصر سلامت باشین از که همیشه بیننده برنامه ما هستین و وقت میگذارین و برنامه ما رو تماشا میکنین خدا کنه که برنامه‌ای را که تقدیم شما ایزان میکنیم بدل شما باشه و همچنان دوست بعدی هم گفتن که سلام خدمت شما تشکر زنده باشین سلام های ما هم شما پذیرا باشین و میتونید که شما در این رابطه اگر کدام سوال دارین سوالاتتون حتما با ما مطرح بکنین تا از مهمان برنامه بپرسیم و همچنان عبدالمطلب بغلانی هم گفتن سلام سلام های مرام پذیرا باشین و همچنان بیننده بعدی گفتن سلام از کشور هلند تشکر از برنامه خوبتون تشکر از شما هم که بیننده هستین و همچنان دوست بعدی ما گفتن سلام خدمت شما تشکر از برنامه‌تان سلام زنده باشین و سلامای صد سلام ما شما عزیزان پذیرا باشین همچنان بیننده بعدی ما گفتن سلام خدمت شما امیر خان هستم از شهر مزار شریف از برنامه زیبایتان تشکر زنده باشین و همچنان بیننده بعدی ما گفتن که انسان آزاد انسان آزاد تولد شده و توسط قوانین مدنی در جهان شناخته شده نباید توسط لاهیهای های دینی و مذهبی حد و سرحد تعیین نمود تشکر زنده باشین و همچنان بیننده بعدی ما همچنان سلام گفتن سلام های ما هم پذیرا باشین و دوست بعدی مام گفتن سلام ستایش از آلمان بیننده همیشگی برنامه لایف آریانا تشکر زنده باشین از بیننده ما هستین و همیشه پیامایتون رو به ما،, ما ارسال میکنین و همچنین با اون جمیلا اون بیننده همیشگی برنامه تلویزیون آریانا باز هم گفتن با عرض سلام سلامای ما رو پذیرا باشین با نورستانی و گفتن که همون گونه که گرایش های وجود دارد انسان مختلف از نیازی او نیز متفاوت خواهد بود به همین خاطر آزادی که یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی فردی و اجتماعی می باشد تشکر زنده باشین برون با نرسانی از ای که پیام تانه و همچنان دیدگاه با ما شریک ساختین از نظر شما چطور از آقای زمانی آیا واقعا انسان یعنی قسمی که برون نرسانی گفتن آزادی که یکی از نیازهای اساسی انسان می باشه یا خیر؟ بدون شک قسمی که باید صحبت بکنیم انسان آزاد خلق شده و اران چیزی که بخواه البته که یک خط قرمز که پیشتر ما یادآوری کردم نمیشه زمانی که ما بخوایم آزادی ما را استفاده کنیم و از آن سلب کنیم و بتونیم فرض مثال به گمراه بریم اما زمانی که ما میخوایم از آزادی ما استفاده بکنیم طبق قوانین نافذه یک کشور طبق قوانین خانواده سازمان و یک نهادی که ما مربوط هستیم به اون نهاد بتونیم استفاده بکنیم و مثلا ما یک مثال میتونم ما زمانی که میخوایم از قوانین مدنی صحبت بکنیم در یک که تمام انسان‌ها با نظرهای مخالف باید شنیده شوه کسایی که میخوان رای بتن کسایی میخوان صحبت بکنن در اون انسجام باید ما احترام داشته باشیم و بتونیم سلب آزادی فردی که در مقابلش تو افرادی که در یک جا زندگی میکنن ما از اونها به شکل غیر فنی و به شکل غیر درست استفاده نشم یعنی در کل میدونیم انسان آزاد خلق شده در آزادی های فردی شران کار که بخواد میتونه در آزادی اجتماعیش به خاطر یک, یک قانون اساسی وجود داره طبق قانون میتونه از آزادی اجتماعی خود استفاده کنند آقای زمانی شما اشاره داشتین به که یعنی انسان همیشه آزاد یعنی آفریده شده و میتونه هر اون چیزی که دلش بخواه در آزادی فردیش یعنی انجام بده شاید بعضی وقتها همین آزادی های فردی باعث شده که به اجتماعی ما ضرر برسند باز چه قسمت یعنی امکانش هست یا خیر نباید ورا را نمیشه برش بگیم آزادی باید خط قرمز بله بله ما مثال میتونم در جامعه که مثال یک شخص میکنه زندگی بکنه بعد میایه تحصیلات <تصفح> شهید ها در یک دانشگاه درس میکنه اما مسئله که در دانشگاه درس میخونه یک تشنج ایجاد کنه با استادش و استادش بنابرا عوام کوب بکنه و امرای استادش بره خب تابان دیگه باعث اخراجش از پانتون میشم. <تصفح> یعنی زمانی که شخصی که آمد استفاده کرد از عضوهای غیر ممنوعه مانند این که امرای استاد خود جنگ کرد و به دعوا رسید این خود در حقیقت میتونه نقص بکنه چیزهایی وجود داره که آزادی رو نقص میکنه ما همیشه نمیتونیم خود استفاده بکنیم از آزادی های فردی ما و که اما خط سرخ است از او بگذاریم و بعدش هم زر برسونیم با آزادی اجتماعی دیگران در اینجا ما نقص وجود داره وقتی که ما میخواهیم در یک جای کار بکنیم از آزادی ما استفاده بکنیم مسائل دیگه اگر ما در نقص قرار نگیریم مشکل نداره زمانی که ما بیم آزادی آزادی ما به شکل بسیار خوبش با شکل قانونش رایت نموده و استفاده بکنیم مشکل نداره <تصفح> حالا سوال دیگه ای که به ذهن من خلق شد این است که در بعضی از خانواده ها یا در بعضی از فامیل ها آزادی های فردی یک شخص سلب میشه و برش داده نمیشه مو آزادیش و حتی در اجتماع بعضی وقتها ما امو آزادی را که باید داشته باشیم نداریم متاسفانه و این که ما ای آزادی را نداریم و چقدر میتونه بالای ما یا بالای روح و روان ما یا اصلا بالای خود جامعه ما تاثیرات منفی داشته باشه دیدگاه شما چطور است یعنی چقدر میتونه منفی بر جامعه ما یا ضررات خودش بر جامعه ما حق درست مسائل آزادی در حقیقت اگر فامیل بیان حق انتخاب را بر اولادایشان بدن و بر فرزندانشان بدن در حقیقت محو خشونت ها زمانی که اگر بیان از این آزادی به شکل غیر اخلاقی استفاده بکنن و نتونن روش کار بکنن فرض شما ببینید یک شخص میخواد ازدواج بکنم و فامیلش هم تاکید بر این داره که آنچنان که ما میخوایم باید شما با اون شکل ازدواج بکنید در خودش خوشونت ایجاد میکنه و باعث سلب آزادی یک شخص در خانواده میشه یعنی <applause> ما زمانی که میخوایم روی آزادی ها صحبت بکنیم و از آزادی های فردی و اجتماعی استفاده بکنیم در حقیقت انسان خود مختار از به روی آزادی های خود کار بکنه از مزایاش استفاده بکنم ولی شخص دیگری بخواد بیاین به ما آزادی بدن و از آزادی آزادی ما استفاده بکنن ما هم خانواده که اگر از این آزادی ما استفاده کرده نتانیم بالاخره اینا بین سر ما کار رو تعمیل بکنن دقیقت خودش خوشونت ایجاد میکنه و باعث سلب آزادی اجتماعی و افراد داره جامعه میشه و من این طرف پیام بعدی ببینیم که دوست بعدی ما چی گفتن گفتن که دوست ما البته لطفا موضوع را بگویید موضوع در رابطه با آزادی فردی و اجتماعی هست که شما میتونید در رابطه هم دیدگاه هایتون با ما شریک بسازین و هم اگر کدام پرسش داشته, داشته باشین حتما بپرسین ما از مهمان برنامه خاط پرسیدیم و همچنان توریال جان هم گفتن انسان آزاد و فرده شده باید آزادی برایش داده شود حقشان از بله 100 فیصد انسان آزاد و قسم شده قسمی که مهمان برنامه گفت و همچنان دوستای دیگه هم کامنت گذاشته بودن طبعا باید حقشان برشان داده شده که در افغانستان من نمیفهم چقدر برشان حقشان داده شده نشده چگونه هست واقعا در جایی که ما زندگی میکنیم بله بله, بله مشکلات خود زیاد داریم افغانستان جمله کشورهای جهان سیوم مثلا البته در تمام مسائل متاسفانه ما به عقب رفتیم و ما زمان مسئله آزادی یا مزایای آزادی را تعم و لذت شما در در کشور چندین دهه‌ای که اصلا مانند افغانستان 14 از جنگ است نابسامانی است انتحار انفجار است و ما آنچنان که آزادی های ما را استفاده بکنیم متاسفانه ما نداشتیم بنابراین افغانستان جای است و افراد اشخاص که در این کشور زندگی میکنند در یک چتر هویتی واقعا لازم بازدی دارم دقیقا و متاسفانه ما به طور درست یعنی قسم که مهمان ما گفت نتونستیم ما آزادی خود به دست بیاریم و دوست بعدی ما گفتن که سلام تشکر از برنامه شما برنامه زیبا زنده باشه نظر لطفتان است و همچنان حاجی عبدالحکیم رضایی هم گفتن سلام سلام ما رو پذیرا باشین و همچنان شیخ سروری هم گفتن سلام بیننده همیشگی شما هستم شیخ هستم از ولایت بغلان تشکر لغمان البته تشکر زنده باشین از اینکه پیام فرستادین و دوست بعدی هم گفتن سلام خدمت محترم شما تشکر زنده باشین سلام های ما رو پذیرا باشین و همچنان بیننده بعدی هم گفتن آزادی اما آزادی داخل چوکات آزادی داخل چوکات میشه در این رابطه هم شما داشته بله بله چرا نه خب بیشتر ما روی صحبت کردیم آزادی فردی و آزادی اجتماعی در آزادی فردی یک شخص خود مختار است چگونه جزا بخوره چه لباسی بپوشه با گزارش چی نوشیدنی استفاده بکنه چی زمان بخواب کدام کتاب رو بخونه این مسائل است که ما برش آزادی فردی میتیم که یک شخص خود مختار است البته اینجا می خطوط قرمز وجود داره که نباید از آن خط آدم عبور بکنه ولی در آزادی های اجتماعی یک چوکات خاص را داره که ما پیشتر هم یادآوری کردم طبق قانون نافذه یک کشور ما از آزادی خود استفاده کردم بله واقعا بعضی وقتها زمانی که ما از آزادی صحبت میکنیم بخصوص آزادی فردی بعضی از اشخاص فکر میکنن که آزادی یعنی شاید رسر ری رفتن و این فکرها فکرای منفی به ذهنشان میرسه اما شاید این مقصد ما نبوده باشه آه. مقصد هم یگی زمانی که ما از آزادی صحبت میکنیم و صدای ما رو به خاطر آزادی بلند میکنیم فقط این است که ما بتونیم اما حق واقعی ما که یعنی از ما گرفته شده و بر ما به طور درستش داده نشده اما ما بتونیم به دست بیاریم به خصوص در جامعه مثل افغانستان و بعضی وقتها ما میبینیم خدا رو شکر حال کم تر شده اما باز هم یک سری مشکلات هست که هنوز که هنوز از نرفته و بعضی از خانواده ها هستن که میان دختر پسرشون فرق میگذارند و به دخترانشان اجازه نمیده حق تحصیل هر افغان داره هر دختر داره و هر شخصی جامعه داره که تحصیل بکنه اما متاسفانه برای بعضی از دختر خانم های اجازه داده نمیشه که تحصیل بکنن برای بعضی از دختر خانم های اجازه نمی... داده نمیشه که حق انتخاب همسرشون داشته داشت داشت باشن تمام اینا ما فکر میکنم مربوط به آزادی یک شخص میشه وقتی اینا رو برایشون داده نتونیم یعنی که ما آزادیشون رو سلب کردیم اما طور نیست بدون شک بدون شک زمانی که ما میخوایم خداوند متعال میگه در رابطه به اینکه خانم ها همان شخص شما دوست داشتنی است که مترکیب باشه به با این که خداوند متعال زمانی که فرق بین خانوا و آقان نمیگذاره دیگه اصلا این لازم نیست که بیان در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم اشخاص متعدد وجود داشته باشه که خشونت علی زنها ایجاد بکنن و خشونت علی مردها در حقیقت هم خانم هم یک شخص یا از طبق ذکور در یک جامعه ای که زندگی میکنن حقوق مساوی را دارن و هر کس کسی نمیتونه با ایشون صحبت میکنه بله ولی متاسفانه بر ما همطور یک قوانین وضع شده یعنی در جامعه ما متصفه. که همگی یعنی بیشتر به پسر حقش هم شاید به بعضی وقتها حتی به مو پسر هم حقش داده نمیشه تا جایی که ما میبینم در جامعه حتی یک پسر حق انتخاب نداره به بخ... خاطر زندگی شخصی خودش باید حتما پدرش مادرش یا کسایی که بزرگتر هستن در او خانواده بر او امو همسر زندگیش یا در تصمیم های بزرگش انتخاب داشته باشن و اونا سهم باشن یا حتی در انتخاب رشتهش اجازه نمیتن خودشان بدل خود امو رشته ای که دوست دارن در دا رشته تحصیل بکنن و یعنی دوست دارن به دل مادرشان یا به دل پدرشان باید به مو قدم بگذارن به پای چی میگن به مو گپای اونا که دوست دارن به مو رشته درس بخوانن مادرشان نتونستن یا پدرشان نتونستن به مو هدفشان برسن کوشش میکنن سر اطفال خود امو پلانای خود تطبیق کنن اما این من فکر میکنم که کاملا اشتباه است به خاطر که حالا دیگه از شما گذشته و نباید اجازه بدیم به خود ما که برای اطفال ما امو آزادی هایش سلب کنیم و ازش بگیریم و امو توقع یا چیزایی که آرزوی که در دل خود ما مانده اونا را سر اطفال ما پیاده بکنیم بدون شک <تصفح> <تصفح> افغانستان جمله کشورای جامعه سنتی است که بعد تصویر اساسی قربانی هم چون خانم ماست <تصفح> و همچنان در پلوش تعداد اندکی از اوقان و با, با امید روزی که اصلا هم چی مسائل رو ما دیگه نبینیم مخصوصا خانواده که مرکز اساسی رشد هم چون مسائل همین خانواده است اگر توجه جدی خانواده روی مسائل داشته باشه ان شاء الله تعالی مشکل حل است انشالله با امید هم که دیگه در جامعه ما ما از هیچ نوع مشکل شکایت نداشته باشیم و یک جامعه از، بدون از مشکلات داشته باشیم و پر از صلح و صفا باشه همیشه که دیگه هیچ شکایت نباشه و میریم طرف پیامای بعدی دوست بعدی ما هم گفتن سلام خوبین تشکر از برنامه شما سلامت زنده باشین لطفا دوست عزیز پرسش هایتون هم با ما مطرح بسازین در این رابطه و دوست بعدیم هم گفتن سلام بر به برنامه شما رفیع الله هستم از ترکیه و گفتن که کدام آزادی که خودت میگی خب نمیفهمم دیگه که به بعد این چی بگیم شما کدام نظر داریم؟ در رابطه نفهمیدم سوالشون سوالشون سوال, سوال نکرده بودن البته فقط یک جمله گفته بودن گفته بودن کدام آزادی که خودت میگی یک سوال مبهم که خب شاید دی شب روز آمد آمد سال از در افغانستان متاسفانه ما مشکلات خود را داشتیم اما این به این معنا نیست که ما آزادی نداریم آزادی داشتیم اینجا میایم صحبت میکنیم میشینیم خانم ها قون در نقاط مختلف میشینن تحصیل میکنن کار میکنن نشست های مختلف داریم میکنن دقیقت خودش یک آزادی است شما که فرار کردین دیگه از وطن دیگه و به این معنی نیست که ما آزادی نداریم دقیقا و موضوع چیز البته گپ خیلی خوب ای که ما آزادی ما را فعلا داریم تا یک داریم حد البته دار. درست است که به طور کامل نداریم اما تا یک حد گرفته ما آزادی ما را آزادی ما را داریم و این جای خیلی خوشی است بر ما و امیدوار به می هستیم که کم کم دیگه بتونیم تمام امو حق و حقوق ما را ما بتونیم به دست بیاریم و قسم که من پیشتر هم اشاره داشتم در صحبت نسبت به سالهای گذشته و در گذشته ها چنین چیز اصلا امکان پذیر نبود بس. که یعنی دختر خانم ها کار بکنن و یا حتی تحصیل بکنن اما الان فعلا ما میبینیم که خدا رو شکر امو زمینه برشون مساعد شده که اونا هم میتونن تحصیل بکنن هم کار بکنن پا به پای مردها و دوش به دوش اونا بتونن زحمت بکشن و محضر خدمت بر جامعه‌شان باشن بس. طرف پیام بعدی دوست بعدی ما هم گفتن که سلام سلام خوب هستین تشکر تشکر زنده باشین ما کاملا خوب هستیم و همچنان بیننده بعدی ما هم گفتن که سلام چرا در افغانستان مردمان از یک دیگر بحث میکنن باید از چی باید بکنیم؟ خب میوار اساسی انسان هاییست که ما در روی زمین صحبت میکنیم مخصوصاً بحث اساسی که آزادی است در افغانستان روی صحبت میشه چون ما وقتی میخواییم روی آزادی صحبت کنیم امین انسان است که باید از آزادی صحبت شود. نکدام چیز دیگه و بیننده بعدی هم همچنان گفتن سلام وقت بخیر وقت شما هم بخیر آقای فیروز محمدی هم گفتن سلام سلام ما رو پذیرا باشین و دوست بعدی مام هم همچنان گفتن سلام وقت بخیر تشکر زنده باشین از اینکه پیامایتون بر ما فرستادین وقت برای ما خیلی کم است و همکارای ما اشاره میکنن که وقت تمام است باید خدافظی کنیم تشکر از شما آقای زمانی, زمانی که تشریف آوردین صحبت خوب تشکر از شما دعوت کردین سلام از شما باشه, باشه؟ وقتان خوش خب بیننده های عزیز تشکر از تمام شما عزیزان که دیدگاه هایتون با ما شریک ساختین و همچنین بیننده برنامه ما بودین و خدا کنه که برنامه امروز هم بدل شما ایزان بوده باشه تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتون قرار میگیریم شما رو به خداوند پاک میسپارم باز هم از میخوایم از که امروز نتونستن پیمایشانه در برنامه داشته باشیم تا دیدار بعد